همکارم فرزانه بسپور اینجا در استودیو هست. فرزانه خوش اومدی، از جزئیات بیشتر این دومین و آخرین نشست مجازی بگو. بله، خب همونطوری که اشاره کردی توی پنل های اول و در سه پنل بحث ها پیش رفت. پنل اول در خصوص در واقع این ائتلاف سازی ها بود و اینکه چطور میخوان حرکت رو پیش ببرن و همه در واقع کسانی که در پنل اول و دوم شرکت داشتن به نوعی خواستگاه مذهبی داشتن، با این همه خواهان جمهوری عرفی بودند. مثلا در پنل دوم میتونم به کسانی مثل مهدی نصیری اشاره کنم که مدیر مسئول روزنامه سابق روزنامه کیهان بود، تا قربان بهزادیان نژاد که مشاور میرحسین موسوی بود، یا همینطور علیرضا بهشتی شیرازی که مشاوران میرحسین بودند. غیر از اینها آیه احسان شریعتی، آیه محسن کدیور که از دسته روشنفکران مذهبی بودند. با این همه معتقد بودند تجربه جمهوری اسلامی نشون داده که ما بایستی در واقع روی یک جمهوری عرفی و جمهوری سکولار به توافق برسیم و جامعه ایران بایستی دین از سیاست درش جدا بشه. خب اینها در کنار کسانی هستند که از به هر حال چهره های فعالان چپ هم در این به هر حال میزگرد همایش شرکت داشتند، آیه علی کشتگر، خانم ها مریم سطوت یا فعالان زنی مثل خانم منصور شجاعی یا گلرخ ایرایی. اینها هم باز از زاویه کنشگران مدنی و سیاسی در عبور از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک جمهوری سکولار همگام بودند با اون فعالان ملی مذهبی. میخوام با صحبت‌های مهدی نصیری شروع کنم، چون او در دفاع از مطالبه رفراندوم خطاب به خامنه‌ای گفته ما حق نداریم مردم رو از حقشون برای در واقع همه پرسی حق مردم رو سلب کنیم یا اونها یا مطالبه رفراندوم رو به دشمن نسبت بدیم، چون این تجربه 40 ساله از جمهوری اسلامی نه دین برای مردم به دنیا آورده نه دنیاشون رو آباد کرده. از این جهت است که یک نظام کاملا عرفی بایستی در ایران شکل بگیره. بخش هایی از صحبت های آقای مهدی نصیری رو با هم بشنویم. نظام جمهوری اسلامی به نظر ما دیگه امروز نه جمهوری است و نه اسلامی، و به نظر میرسه که راه حل مسئله در عبور از این شیوه ی حکمرانی است، در عبور از قانون اساسی موجود هست که نظام کنونی را به یک نظام استبدادی تمامیت‌خواه و سرکوبگر در واقع تبدیل کرده. ما گریزی از این نداریم که از این مدل حکمرانی عبور کنیم، از این نظام عبور کنیم. بسیاری از فعالان و کنشگران سیاسی و صاحب نظران به این جمع‌بندی رسیدن که ایران باید به سمت یک جمهوری در واقع عرفی حرکت کنه که همه چیز به خواست مردم ارجاع داده بشه. آقای محسن کدیور، اسلامشناس و از شاگردان آقای منتظری، هم در این جلسه تاکید کرده که کار ویژه دین اساساً در واقع معرفی مبدأ و معاد و مناسک مذهبی بوده، هیچ وقت قرار نبوده که زمامداری و حکومت کنه، نه دین یا در واقع قانون اسلامی برای ایجاد بشه یا حکومت اسلامی ایجاد بشه. همه اینها در واقع مناقشه برانگیز هست و اصلاً جزء رسالت‌های دین نبوده. این هست که برای نجات ایران ما بایستی برحال برویم به سمت جدای دین از سیاست و یک جمهوری سکولار. اما که چطور بایستی برحال با یک برگزاری یک رفراندوم بتوانیم به این مقصد برسیم، او تاکید کرده که کاری روشی نداریم جز فشار افکار عمومی و ارتقای آگاهی عمومی و مقاومت مدنی تا اینکه یک فرصت ایجاد بشه برای برگزاری همه پرسی و تأسیس مجلس مؤسسان. آیه حسین رفیعی از کنشگران سیاسی هستند که ایشون هم معتقده که برای به ثمر رسیدن مبارزات مردم ایران ما بایستی رجوع کنیم به نمونه هایی که وجود داره، الگوهای خشونت پرهیزی که در هند، در مراکش، در آفریقای جنوبی
پیش رفت و بعد پیشنهاد کرده که بایستی بریم به سمت اینکه کینه و عداوت رو کنار بگذاریم، به حکومت حتی به عوامل حاضر در حکومت این اطمینان رو بدیم که قصد کینه‌جویی و خصومت با اونها رو نداریم. پیشنهاد هم کرده کمیته مستقل حقوقی یا کمیسیون حقوقی تشکیل بشه که هر کسی که از جمهوری اسلامی شکایتی داره به اون کمیسیون مراجعه کنه و بعد از بررسی اون کمیته باشه که جبران خسارت بکنه یا اعاده حیثیت کنه و این نباشه که حالا ما پیغام بدیم برای اینکه میخوایم انتقام بگیریم. برعکس، بایستی به حتی اونهایی که حکم‌های اعدام صادر کردن این پیغام رو بدیم که همگی رو خواهیم بخشید و انتقام نخواهیم گرفت، چون به باور او این روشی برای او گذار مسالمت‌آمیز از جمهوری اسلامی است. آقای حاتم قادری هم، البته یه اشاره صحبت‌های آقای عبدالله ناصری طاهری بکنم که در اول بحث هم داشتیم ایشون رو، که او هم گفته ایران امروز نیازمند یک حکومت سکولاره تا بتونه دین و اخلاق رو تقویت کنه. یعنی اینها با اینکه به هر حال فعالان دینی هستند، معتقدند که جمهوری اسلامی هیچ نسبتی با دین نداره و اینکه حکومت دینی ایران به زبان دقیق‌تر این حکمرانی مطلقه فقیه حتی موجب وحن اسلام شده و نمونه دیگری شده از خلفای اموی و عباسی و صفوی. اما برای راه گذار او هم معتقده که در تقابل دو نیروی مردم و حاکمیت بایستی توازن رو به سمت کاری کنیم، به سمت کفه نیروی اجتماعی سنگین تر بشه و نهایتا تحقق مطالبات جنبش مهسا تسهیل بشه. به آقای حاتم قادری و صحبت‌های ایشون هم بپردازیم، چون ایشون استاد فلسفه سیاسی است، در دانشگاه تربیت مدرس تدریس می‌کرد، البته بازنشسته شدن، اما ایشون آینده ایران رو تیره و تار می‌بینه اگر هر چه زودتر به هر حال برای نجات ایران کاری نشه، برای تغییر و گذار از این سیستم کاری صورت نگیره. او به اشاره کرده به بحث امر ولایی که اصلا مانع این شده که دولت سازی در ایران اتفاق بیفته. حالا امر ولایی چه در زمان سلطنت که حالا فرح ایزدی و نظام شاهنشاهی بود که اجازه نداد دولت سازی اتفاق بیفته، چه در زمان ولایت مطلقه فقیه که باز اون تفسیر شیعی که جریان ولی فقیه رو در واقع آورد، این امر ولایی مانع از دولت سازی در ایران شده. و حالا چه نمونه هایی که سازمان مجاهدین خلق داره از نمونه های پیش باش که همه اینها کاری کرده که این امر ولایی ما در واقع اتفاق بیفته. حالا برای گذار از این در واقع امر ولایی و برای دولت سازی ایشون اشاره کرده ما به نیاز داریم به تقویت ناسیونالیسم انسانی و دوستانه در ایران. بخشای صحبت های آقای قادری رو بشنوید. دارم میاد که ما باید روی سه مفهوم کاملا بسیج بشیم، جدیت و خرج بدیم. یکی نوعی ناسیونالیزمه، ولی ناسیونالیزم انسانی، ناسیونالیزم دوستانه، ناسیونالیزمی که برای بشر و به ویژه ایرانی ها، هر ایرانی و هر سبک سیاقی، چه حالا که گفتن سلطنت طلب باشه، جمهوری خواه باشه، حزب الله باشه، جاواز بکنه. دوم، محتوای ناسیونالیزم آکنده باشه از نوعی اندیشه سیاسی و نهادهای متناسب با اون که آزادی رو در سطوح مختلف برامون تضمین بکنن. و سوم، یک عدالتی که گسترده باشه، عدالت چه جنسیتی، چه عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی و حتی عدالت محیط زیستی. و من فکر میکنم در این عدالت باید یک رگه‌هایی از سوسیالیسم دیده بشه، در نظر گرفته بشه، تا بتونن اون برای آینده ایران یک وضعیت بهتری رو. ما کاملا روی شیب هستیم، روی سرازیری هستیم و این شیب ماهب در سرعت بیشتر داره طی میشه و اگر همه نیروها راجع به این نیندیشن و احساس مسئولیت نکنن، معلوم نیست که در ایران، آینده ایران در سطح جهان چه وضعیتی رو خواهد داشت. در ادامه پنلی هم به بحث پیرامون ائتلاف سازی و منشورهای اختصاص داشت که در اون خانم منصور شجاعی فعال حقوق زنان صحبت کرد و اون معتقده که ایجاد ائتلاف ها بر اساس یک کف مطالبات و مخرج مشترکی از اهداف اتفاق میفته، اما به شرط اینکه برای یک ائتلاف ملی باید این منشور ضمانت اجرایی داشته باشه و اینکه ائتلاف ها حول روش های مشترکی هم باید شکل بگیره. اما اینکه این اصول مشترک چه باشد، او بر خشونت پرهیزی، حفظ استقلال و برابری شهروندی به عنوان اصول مشترک یک ائتلاف اشاره کرده و
به حال به این موضوع پرداخته. خانم مریم سطوت هم که از فعالان سیاسی چپ سکولار هستند اشاره کرد که جنبش زن زندگی آزادی نشون داد که بدون آزادی زن آزادی اساسا تحقق یافتنی نیست و خیلی از در واقع مطالبات آینده ایران بایستی حول در واقع موضوع آزادی زن پیش بره.